روز پنجشنبه مراسم تشییع و به خاکسپاری کشته شدگان سانحه هلیکوپتر ابراهیم رئیسی در شهرهای مختلف برگزار شد. ابراهیم رئیسی پس از تشییع در تبریز، تهران، قم و بیرجند، سرانجام در مشهد تشییع و در مقبره امام هشتم شیعیان به خاک سپرده شد. پیکر حسین امیر عبداللهیان در شهر ری تشییع و در شاه عبدالعظیم دفن شد. همزمان پیکر آل هاشم امام جمعه تبریز در گلزار شهدای وادی رحمت و پیکر دو کادر پرواز در زنجان و نجف آباد. اما این مراسم حرفا و حدیث‌های فراوانی داشت، از مراسم ناهماهنگ ادای احترام گرفته تا حضور شخصیت‌های خارجی و البته اظهار نظرهای برخی از مقامات، مثل این حرف ظریف که واکنش‌های فراوانی به همراه داشت. بزرگترین ویژگی آقای شهید امیر عبداللهیان اخلاصش بود و امروز پاداش اخلاصش رو گرفته. یا توصیه سعید حدادیان به رئیس جمهور آینده. آقایی که میخوای رئیس جمهورش، یادت باشه همه نیروهای نظامی و انتظامی و امداد در اختیار رئیس جمهور ما بود، اما خداوند برنامه چید که اینها ساعتها بخوان بگردن تا اونجایی که غریبان افتاده پیداش کنن. ببین آینده تو چون خواهد بود، حواست جمع کن. در حالی که تمام رسانه‌های ایران از تشییع با شکوه پیکر رئیسی فیلم و خبر منتشر می‌کردند، همزمان یک خبرنگار آلمانی که در مورد تشییع جنازه رئیسی با فیلم از حضور کمرنگ مردم حرف زده بود، توسط پلیس بازداشت شد و برخی از طرفداران حکومت با تجمع در برابر هتل اقامتش از نیروی انتظامی بابت بازداشت او تشکر کردند. حضور برخی از شخصیت‌های منطقه هم در نوع خود خبرساز بود. حضور وزیران خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در کنار رهبران گروه‌های حماس و حزب الله در کنار یکدیگر و البته وزیر خارجه مصر. این در حالی است که به تمام خبرگزاری‌های داخلی اعلام شده است حق ندارند به گمان زنی و پرسش در مورد این سانحه بپردازند و از روز یکشنبه باید همه چیز به روال اول و عادی بازگردد. با این توصیه‌ها اما دو روزنامه جمهوری اسلامی و هم‌میهن در برابر حرف‌های ضد و نقیض مسئولان واکنش نشان دادند. در مورد اظهار نظر اینکه با تلفن همراه خلبان آل هاشم تماس گرفته یا نحوه پیدا کردن محل سقوط هلیکوپتر توسط پهپاد ترکیه ای و ادعای مسئولان نظامی در مورد پیدا شدن توسط پهپادهای ایرانی و ده ها تناقض دیگر، چیزی که بیش از همه در این حادثه چشمگیر بود اطلاع رسانی نادرست و غیر هماهنگ و بعضن با تناقض، همراه با حس و گمان‌هایی که از توطئه‌های داخلی تا حمله خارجی در بین مخاطبان و مردم به چشم می‌خورد و با توجه به سابقه جمهوری اسلامی امیدی برای شفافیت در این زمینه هم وجود ندارد. کوروش آلادین، صدای آمریکا.